بر جمال محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لالا تن نگیرم. آتیشش کم کنیم. آتیشش کم کردیم. هارون سب بس بدی به بسه نه نریز نریزی بسشه اما میگن وقت رنگ نداشت نه چرا بده به من لیلا به هم بزنه نه دیگه زعفرونش انده گلناز برود بدی من گلاب بریز نه اینو بگیری به ترتیب هر کی نرسه بریزم عزیز جون بریز ماده صلوات هم بفرست اللهم صل علی محمد بریز صلوات بفرستین و بریزین عزیز چون بازم بریزم گلو آماده یا امام حسن نقش میبین یا امام حسن یا قول دوشه مادر بیرزه زره به چشمینی تشمیل چشمینی دایی هم به هوای هی امتحان کنن بلاخره باید اینا باید تست بشه سلوات بفرست دیگه داره جان بنویس زیاد تکون نخوره اینا عزیز جو بگیرم کمه بسه بریز هم بزن بیا باده همون دم کنی رو بزن یادت نرم این خیلی همیزش کنی این خیلی خب حالا اینو ببر اینجا همسایه دست چپیه بده زود باشی برو حسین جون برو قربونت برم ببر اینم بگیر ای داد بچه ها کمک کنم خوبه اینم بدی اینم ببر اینجا ردیف بدید و بگیر سلام حسین جون خوب هستی قربان تو دوست من رضا خونه شو لذت درست کرده قربان تو آدم آقا آمدی دفعه دایی جون بچه ها آمدن دایی جون سلام 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 رضا سلام رضا حال شما چطوره زرد بود خوشحالم شده دارم بابا بیا لیلا جون رضا هم زحمت کشیدن دوست سمیر شده زرد آوردن سفر دست نگهدار امه جون اینو برای نرگس خانم کار کنیم اینم بده من برات خوش اومدی دستون درد نکنه ما خودمونم مشغول بودیم خلاصه اولین بار که رضا رو دیدم تو مراسم پختن شله زرد نظری بود رضا واسه برادرم حسین یک کاسه شله زرد نظری آورد امتیاز بدیم به این کاسه با این کاسه کاسه رو ما بخوام بلخوام ما بخوام تکلیف روشن شه ما این کار نمیاد رفیق شما آقا رضا خدایم بابا بده بیا خب یه قاشق از این یه قاشق از این چه مزه بزن آقا اینو اول من قسمت آقا رضا رو بزنم ببینم چیکار کرده امیر اینجا بی طرفه انصافا کدوم یکی داره نه واقعا من رضا بهتره نه برمه میست ولی دایی جون اینا چی هم؟ بیا بیا اینا جون نگاه کن نه خوبه هم شیرینیش بله مال یکیم هم تزینات هم رنگش نه هم باقالی و بادومش باقالی چیه دایی جون این پسته فرده خواسته که بهتره از آقا آذر ماه اون سال با رضا ازدواج کردم چند ماه بعدش درست روز تولدم متوجه شدم که حامله نمیشم شبیه تمام اختی من کجا گیر آوردی وای آخه موهاشو نگاه کن روانه شد کام دلم
وای وای از دل من خیلی خوشگله. بدش ببینم. من از غم چون قلبی تو به چی میخندی؟ تو چی میخندی؟ من دارم خفه میشم. بگم به چی میخندی؟ بگم اگه نگی من میگم. بگو اون شب شام خونه مادرم اینا دعوت بودیم. خانواده شوهرم هم فهمیدن که تولدمه. قرار شد اول یه سر بریم اونجا بعد خونه مادرم. سلام بفرمایید. خودت گلی، تولدت مبارک. آقا جون شما چرا در باز کردین؟ مگه گل محمد نبود؟ آقا می‌خواستن خودشون در باز کنن. شما چقدر دیر اومدید؟ من همش منتظرتون بودم. آقا جون رضا، یعنی ماشاءالله 4 ساعت. بفرمایید. بسم الله. خانم بیبی چه گلی برات آوردن. ممنون لیلای جون، قربون تو، تولدت مبارک. رضا جون سلام عزیزم. سلام داداشی. بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام عزیزم. تولدت مبارک. شما تولدت مبارک. بیا پلو خودم بشین لیلا جون. مرسی. بیا عزیز جون. خوش اومدین بچه‌ها. خوش اومدین. رانندگی آقا رضا. ترافیکم از قبل. خب چند سالت شد حالا؟ این چه سوالی است میکنی خانوم؟ یه چیزی تو مایه های سن و سال خودتون. لیلا جون، من یه چیز کوچیکی واسط آوردم، امیدوارم که خوشت بیاد، بدون بسته‌بندی واسه انگوش کوچیکه شما. وای آقا جون نازی. دستتون درد نکنه، چقدر قشنگه. خوشم نوشته الملک لله. لیلا جون، یه هدیه کوچیکم من برای تو دارم، امیدوارم بپسندی. شرمندم کردین مادر جون. قابل تو رو نداره. انشالله سال دیگه همین موقع با پسر کوچولو و خوشگلت یه مهمونی بزرگ همینجا میگیریم، عزیز جون و برادرات و همه رو میگیم، دور هم دیگه جمع میشیم. انقدر دلم میخواد پسر رضا رو ببینم. سلام داداش. سلام لیلا جون. سلام لیلا جون. سلام آقا رضا. شما آقای جبه خانم. سلام لیلا خانم. آقای جبه خانم. قابل شما رو نداره. قربونتون برم. بفرمین خانم، قابل شما رو نداره. ممنون گل محمد خان. گل باغ روز ازل چون که پانهاد، گل دید عاشق است بنابر جفا نهاد. قربونتون برم. خب اینم کادوی ما که هم از همه بزرگتره، هم از همه گرونتره، هم مصرفش بیشتره، به خصوص برای رضا. شرمنده کردین واقعا. قابلی نداره عزیزم. رضا عاشق چای صبح و شب چای میخوره. اینم مال تو، ولی به شرطی که توش غذاهای خوشمزه درست نکنی که داداشم چاق بشه ها. نه ترس، حالا حالا جا داره. اگه داماد بدیه بگو کتکش بزنیم. آخه نه، حیوانیه. لیلا جون، فریده پای تلفنه، با شما کار داره. مرسی. بله. سلام لیلا جون. سلام فریده جون. تولدت مبارک. قربونت برم. ایشالا تولد تو. یه چیزی ناقابل برات گرفتم، بعدم بهت. چرا زحمت کشیدی؟ قابلت نداره. ممنون. ببینم راستی آقا جون چی بهت داد؟ یه انگشتر عقیق سبز. پس معلوم میشه خیلی دوست داره ها. انگشتر مال مادرش بوده، خانم بزرگ. بعدم بهم نشون بده. باشه. خدافظ. خدافظ. خدایا چه حال خوبی دارم. مثل اینکه تو آسمونم، رو ابرام.
خدایا ممنون، ممنون. رضا دوستای چند تا بچه داشته باشی؟ سالی دوت. نه جدی، چه میدونم چه سوالایی میکنی؟ 100 تا 200 تا هرچی بیشتر بهتر. اگه بچه دانشم چی؟ دیگه چه بهتر؟ اگه بچه دانشم طلاقم نمیدی؟ بدان و آگاه باش که من تو را برای خودت میخواهم، نه برای بچه یا چیز دیگر. جانوری که میبینی تیلانم دارد، این جانور دلش بچه میخواهد، آن هم نه یکی و دو تا بلکه 100 تا و 200 تا. بگین داییمون پیر شده، این 50 کیلو منقل چجوری برای تو یه سنده دارم میبرم. بریم بزن حسین جون، حسین جون بزن. قبل از شام من میخوام کادومو اول بدم به لیلا. صبر کنین. خب لیلا جون این کادو از طرف منه، یکی شکشم از طرف افسر گرامی، اصلا قابل تنظیم. خیلی ممنون. انتخاب خودشه آقا، انتخاب خودشه. تو با منی اما من از خودم دور. لیلا جون آقا کادو بردی، کادو بردی ببینی. اول اسم تو رضام روش حک شده. لیلا جون واو خب کادو حسین از طرف همه قناری ها و کبوتر ها. تو با منی اما من از خودم دورم. روز بعدش به اتفاق رضا رفتیم دکتر، بهش گفتم که الان چند وقتی که از عروسی ما میگذره و من هنوز حامله نیستم. گفت پیش میاد، جای نگرانی نیست، گاهی اوقات ممکنه ذاتی باشه که هیچ کاریش هم نمیشه کرد. البته اگه از طرف مرد باشه که 100% نمیشه کاریش کرد، ولی خب اگه از طرف زن باشه گاهی میشه با دوا و درمون و حتی عمل هم بچه دار شد. به هر حال می نویسم برید آزمایش بشید، جوابشو بیارید تا بهتون بگم.
یک شنبه دیگه همین ساعت. اگه مشکل از طرف تو باشه برام اصلا مهم نیست، از همینم که از خیلی راضیم. اما اگه از طرف من باشه، منم همینطور از همین که از خیلی راضیم. این حرفش خیلی به دلم نشست، حس کردم تنها نیستم. فقط قول بده به هیچ کی حرفی نزنی تا روز یک شنبه، به هیچ کسا. بله؟ سلام لیلا جون. سلام، خوب هستی؟ حالت خوبه؟ متشکر به لطفتون. خب، کجا بودین؟ دکتر بودین؟ دکتر، بله. خب، چی شد؟ چی گفت مادر جون؟ والا قرار آزمایش بشه. هی، پس قرار آزمایش بشه؟ شه. کدوم آزمایشگاه آخه؟ بله، بله. باید مطمئن باشی، برای اینکه هر آزمایشگاهی که نمیشه رفت لیلا جون. شوخی بردار نیست، یه وقت دیدی جواب عوضی دادن. به هر حال لیلا جون، شما مطمئن باشین که از طرف رضا هیچ اشکالی نیست. اصلا ما تا به حال تو فامیلمون هیچ وقت از این حرفا نداشتیم. خدا رو شکر که جدن در جد رضا بچه های جور و جور داشتن. حالا هم که میبینی رضاست و چهار تا خواهر. انشالله که همشون خوب و سلامت باشن. مادر جون سلام. سلام رضا جون. مادر جون حالا چه وقت این حرفا؟ آخه مادر، من میدونم که عیب از تو نیست. فرقی نمی کنه. چی فرق نمی کنه؟ خیلی فرق می کنه. آخه هنوز معلوم نیست اصلا چی به چی هست. حالا شما شام بیایین منزل ما. ممنون ولی فکر نکنم. خداحافظ. الو. الو. سلام. چطوری؟ خوبی؟ با لیلا میخوام حرف بزنم. پروین جونه میخواد با تو حرف بزنه. بگو سرش درد میکنه. نمیتونه. لیلا حالش خوش نیست. منم همچین حالی ندارم. خب دکتر چی گفت؟ باید آزمایش‌های مختلف بکنیم. ببین از مادر جون بپرس برای تعریف. با خودت نمیتونی بگی نور خواه؟ باشه. باشه چی؟ خداحافظ. الو. سلام رضا جون. سلام فیروزه، تویی؟ خب چی شد؟ تعریف کن ببینم. بابا چی شده؟ چرا انقدر نگرانی؟ نگران نیستم ولی میخوام بدونم. خب باید صبر کنیم جواب آزمایشا بیاد. خب انشالله خیره. ولی رضا جون تو خیالت راحت باشه. عیب از طرف ما نیست. برامون هیچ فرقی نمیکنه. بود و نبودش یکیه. خدافظ. خدافظ. ببین لیلا. اکه بلش کن. لابد یا مادره یا هم یکی خواهر. تو را خدا به دلت نگیر. نه. حرفی که بهت زدم باور کن. بی خود لیلا تحت تأثیر حرف این اون قرار نگیر. نه میفهمم. بالاخره تو تنها پسر فامیلی. طبیعی که باید پسر داشته باشی. ایشالله درست میشه. فعلا اصلا در موردش صحبت نکنیم. خب؟ چیکار کنیم امشب لیلا؟ نمیدونم. هرچی تو میگی. من میگم خونه بمونیم، یه چیزی درست کنیم، بخوریم، قربون صدقه هم بریم. بعدشم فیلم سینمایی نگاه کنیم. خوبه؟ لیلا؟ لیلا؟ اوی اوی خب دیگه عالیه. اینم عمی جان عزیز. تو معطل نمیشه، اشخاص مهمی سوارشن. شما برید من بهتون میرسم. بریم رفقا. عجله کن. عجله کن.
شما ایرادی ندارین. ایراد از خانومه. اینطور که آزمایشات نشون میده متاسفانه هورموناتون خیلی پایینه. میدونی برای اینکه بتونی نطفه رو نگه داری باید هورمونای استروژن یا پروژسترون ترشح کنی. اومخ راه علاجی نداره؟ والا نمیدونم، حالا من دوا می نویسم. ممکنه یه راهایم بهتون پیشنهاد کنن که بشه بچه دار شد، ولی با این حد پایین هورمون ها بعیده. به هر حال گرایش پروپاستی که باعث میشه بیشتر از یک تخمک به وجود بیاد 6 هفته تا اینکه بالاخره یکیش بگیره. بعد باید هر روز بشه که اندازه پشت تخمک رو بررسی کنه. راه دیگه‌اش بله؟ سلام، خواهش میکنم، بله میتونین تشریف بیارین هفته آینده؟ بله. از اون بابت نگران نباشید، من آزمایشات رو نگاه کردم، مسئله‌ای ندارین. فقط حتما بیایید که داروهاتون عوض کنم. نه، اصلا موردی نداره، خواهش میکنم، خداحافظ. لیلا، خواهش میکنم تو خیابون گریه نکن. لیلا تو رو خدا، بیا بریم. کجا بریم؟ خونه. فقط خواهش میکنم اگه مادرشون تلفن زد که حتما میزنه خودت جوابشو بده. باش، تو هم به من قول بده که اصلا فراموشش کنی. آقا جون من بچه نمیخوام، تموم. خواهش میکنم لیلا، زندگی رو جهنمش نکن. به خدا بچه برای من مهم نیست، تو مهمی. لیلا تو رو خدا گریه نکن دیگه. آقا هنوز که هیچ چیز قطعی نشده که. من این ندیدی خود دکتر گفتش که یه عالمه دوا و آزمایش و این چیزا مونده. بچه ما فقط یه دکتر رفتیم. مدت‌ها سرگرم اجرای راه‌های پیشنهادی خانم دکتر بودم. اول مفصل قرص‌های هورمون می‌خوردم که فایده‌ای نداشت. بعد رفتم دنبال مرحله پروپاستیک که اونم بعد از بروبیای زیاد و سونوگرافی‌های هر روزه به جایی نرسید. دیگه با لقاح مصنوعی رضا موافق نبود و منم زیاد از اندوسکوپی دلخوشی نداشتم. به خصوص اینکه از یک سال قبل باید می‌رفتم تو نوبت که حالا درست بشه یا نشه. توی این فاصله مرتب از این دکتر علفی به اون دکتر علفی، تب مدر، تب سنتی، همه جور. یه روزم با رضا رفتیم پرورشگاه بچه برداریم. زن و شوهری که جهت فرزندخوندگی مراجعه میکنه باید دارای شرایط خاصی باشه. مسلمون باشه، باسواد باشه. حتما باید که شرایط و امکانات خاص و مناسبی از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داشته باشن و صاحب اولاد هم نشه.
جهت اینکه بخوان پرونده تشکیل بدن باید به دادگستری تهران مراجعه کنن و مدارکی رو اونجا ارائه میدن و بعد معرفی میشن به شیرخوارگاه آمنی. بعد از انجام بازدید منزل خانواده اگر که از همه نظر مورد تایید قرار بگیره مجبور هست که تو نوبت بمونه، به علت اینکه ما فرزند خیلی کم داریم و خانواده های بسیاری تو پشت نوبت هستن. اکثرا خواهان نوزاد دختر هستن و بچه های کوچیکی که بتونن محرم کنن، ولی ما مشخص نمیشه. احتمال داره که بین یک تا دو سال این قضیه طول بکشه. چی میگی؟ نمیدونم، سخته. انگار همه‌شون یه جوری غریبن. البته بعضی‌هاشون هم مثل فرشته‌ها میمونن. چرا حرف اصلی رو بهش نمیگی؟ چرا بهش نمیگی تو که میتونی بچه داشی؟ واسه چی باید بچه غریبه رو بزرگ کنی؟ میدونی رضا، فکر میکنم یه جوری خودخواهی منه. تو که میتونی بچه داشی، چرا باید بچه غریبه رو بزرگ کنی؟ بیچاره بچم، چقدر بچه دوست داره. من میدونم ته دلش چی میگذره، میسوزه و میسازه، ولی از اونجایی که زنش بچه دار نمیشه صداش در نمیاد. زنه کلن زبونشو بسته، حسابی روش سواره. ایوه لیلا جون، تو اینجایی مادر؟ نمیری بازی بکنی؟ حالت خوبه؟ یکم سرم درد میکنه. چرا نمیری عزیزم رو اون پتو دراز بکشی؟ پلو بردو. آره؟ شما فکر میکنی رضا داره میسوزه و میسازه؟ حرفاتون رو شنیدم، از تعجب خشکم زد. رضا بارا گفته که بچه نمیخواد. ببین لیلا جون، من رضا رو بزرگ کردم، میشناسمش. اون به خاطر تو حرفی نمیزنه، ولی ته دلش عاشق بچه است. مگه من نیستم؟ کیه که دلش بچه نخواد؟ خب چی کار کنم؟ خیلی کارو میشه کرد. کردم، خودتون که دیدین هیچ کدومش جواب نداد. خوب، قسمت دیگه، تو گناهی نکردی ولی میتونی ثواب بکنی. چی کار کنم؟ تو خودت باید یک کاری بکنی. چی کار؟ بیا خانمی بکن، اجازه بده رضا زن بگیره. لیلا اگه رضا هم بچه دار نمیشد بازم همینو میخواستیم؟ نه، نمیدونم. خب لابد خدا نمیخواد، ولی اگر تو رضا رو دوست داری یه کاری بکن، داره دیر میشه. بیچاره مادره، شاید حق بمونه. من که بچه ندارم بفهمم چی به چیه. چی بگم؟ چه میدونم؟ فقط بگو باشه. همین بگم باشه؟ آره باشه.
الهی خوشبخت بشی دخترم، خوشبخت بشی الهی. چه خبره؟ ما چه موسه رو انداختیم؟ امر خیره. مبارکه. امیدوارم خانم دوم شما مثل من ناز و عذاب در نیاد، چون اصلا معلوم نیست. من اگه میدونستم بچه دار نمیشم هیچ وقت زنت نمیشدم. چیشی میگی؟ اینا رو میگی که من امتحان کنی؟ چه امتحانی؟ چه میدونم که ببینید چقدر دوستت دارم. امتحان نیست، میخوام که تو مادر جون، تو باید بالاخره بچه دار بشی. تنها راهشم اینه که ازدواج کنی. ندیدی مادر جون چقدر خوشحال شد؟ بی خود کرد خوشحال شد. اصلا به اون چه مربوطه؟ خوشحال شد. یعنی تو واقعا میتونی تحمل کنی که یه زن دیگه تو این خونه باشه؟ نکن عقل تو از دست دادی؟ امیدوارم وضع روحی منو بفهمی. ببین من خیلی خوب وضع روحی تو رو میفهمم، وضع روحی مادرم رو میفهمم، وضع روحی همه رو میفهمم، اما نمیدونم چطور هیچکس وضع روحی من رو نمیفهمه. آخه چطور تو و مادرم میشینین با هم تصمیم میگیرین من چی کار کنم؟ من آدم نیستم. اصلا تو چرا باید اجازه بدی تو زندگی ما دخالت کنم؟ به اونا چه مربوطه من بچه میخوام یا نمیخوام؟ میان میشینن زیر پاته میگن اجاقت کوره، اجاقت کوره. تو چرا ناراحت میشی؟ من ناراحت نمیشم، جشن میگیرم. ولی تو که اجاقت کور نیست چرا باید پای من بسوزی ها؟ نه ترس، نمیسوزم، خودم بلدم تصمیم بگیرم. ببین صد بار بهت گفتم، یه بار دیگه میگم، بچه نداریم، نداریم، بهتر، خیالمون راحت. نمیتونیم راحت باشیم. نمیتونیم، پس بریم از اون بالا خودمون رو بندازیم پایین خلاص شیم. بابا اینطوری که نمیشه. تو الان میبینی چند وقت پدر منو درآوردی؟ هی دوا، هی دکتر، هی آزمایش. آقا من بچه نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام. تو هم اینطوری نمیخوام. توی قبلیت کجا رفت؟ کجا؟ میرم خونه شما پیش حسین، حالا آدم میفهمه. خونه ما هیچ کس نمیدونه که من بچه دار نمیشم. اگه بفهمن خیلی بد میشه. رضا نرو. من میشم لیلای قبلی. ها خوب شد؟ نگاه کن اینجوری. این همه بچه تو دنیاست، نمیشد یکیش مال من بود؟ داری ازم انتقام میگیری؟ مگه من چه گناهی کردم؟ بگو دیگه، بگو. خدای من احمق و نادونو ببخش.
آره دیگه برگشت چون ماماشینو وایسات حسابی و خوب گفت به شما چه ربطی داره که تو زندگی من دخالت میکنی؟ آفرین به رضا، پس حساب جلوش وایسات. آره باید قیافه مادره رو فقط میدیدی. حتما حسابی ترش کرده بود. ولی گلناز نمیدونی چقدر حالم خوب شده. چه خوب سن سبک شدم، یه حال خوبی دارم، انگار که میخوام پرواز کنم از خوب. پس زندگی چینی شد. آره. شام هم دارم براش خورش چینی درست میکنه. خوش به حال رضا. خوره حال کنه. زیادی چاق و چلش نکنی ها. کیه؟ سلام مادر جون. سلام. چه کار خوبی کردین اومدین، حیف که رضا نیست. میدونم، به شرکت زنگ زدم. بفرمایین، چه عجب واقعا، شما که هیچ وقت از این کارا نمی کردین. بفرمایین. یه هفته میشه که از لیلا جون هیچ خبری نیست. دیگه حسابی دلم تنگ شده. بهتره برم به دخترم یه سری بزنم. خیلی کار خوبی کردید، تشریف آوردید. بفرمایید مادر. خسته شدم. حق دارین. بزنین چادرتونو بردارم. ممنون. بفرمایید. من الان میام خدمتتون. خب، چیکار میکردی دختر جون؟ داشتم غذای چینی درست میکردم. آخه رضا خیلی دوست داره. تم با این علاقه ای که به رضا داری به کلی خودتو فراموش کردی. اصلا به فکر خودت نیستی. لیلا تو رو خدا زحمت نکش. من همه چی خوردم. خواستم یه چند دقیقه تو رو ببینم و برم خونه. امشب مهمون داره. آقا جون خوب هستن بچه ها؟ همه خوبه. میخوایی تو رضام شب بیاین اونجا؟ خاله جون اینا هستن. متشکر از لطفتون. ما باید بریم امشب خونه مادرم اینا. خیلی وقت ندیدیمشون. ببینم میخوایی ترشی بندازی؟ بله. من امسال یه عالمه ترشی درست کردم. برات میارم. تو به فکری هیچی نباش. متشکر از لطفتون. مادرشون بفرمایید. ممنون دخترم. خیلی وقته که میخوام اینو بهت بدم، فرصت پیش نمی اومد. امروز رفتم سر کشوم، ساعتم رو بردارم، یادم افتاد که اینو برای تو گذاشتم کنار. سر عقدم مادر آقا جون اینو بهم داد. گفتم خب، اینم قسمت لیلاست. همه چی به پسر میرسه. پسر امید مادر و پدره. پسر گل سرسبد همه بچه هاست. مخصوصا من که فقط یه پسر دارم. خدا به من 4 دختر داده و یه پسر. انشالله همشون سالم و زنده باشن. سرنوشت هر کسی یه جوره. بله. ممنون. وای چقدر قشنگه مادر جون. چقدر زحمت کشیدین. من که واقعا توقع نداشتم. تو از هیچ کی توقع نداری. تو از مال دنیا هیچی نمیخوای لیلا. خب چرا به گردنت نمیندازی؟ چقدر بهت میاد. رضا به هم گفته بود که تو مرواریدو خیلی دوست داری. قدیمی ها میگن مروارید اومد و نیومد داره. به یکی میاد، به یکی نمیاد. به ما که همیشه اومده. برای همین هم واسه من آوردین. تا خیال میکنی که من بد تو رو میخوام؟ تو نمیدونی که من چقدر برای تو دعا کردم، نذر کردم که تو بچه دار بشی. چه شبها که تا صبح نخوابیدم گریه کردم، برای تو دعا خوندم. چه فرقی میکنه؟ تو هم درست مثل دختر من میمونی. من که با تو پدر کشتگی ندارم لیلا، ولی تو داری اشتباه میکنی. تو حالا جوونی، پس فردا که مثل من پیر شدی میخوایی چی کار کنی؟ بالاخره که رضا زن میگیره. رضا خیلی بچه دوست داره. 10 تا حالا به هم گفته
مادر جون، وقتی که رفتی مشهد اون نظری بکن مادر جون، بلکه خدا دلش بخواه ما بسوزه و بمون بچه، اون نظری بکن بلکه خدا دلش بخواه ما بسوزه و بمون بچه. میدونه که تو ناراحت میشی، اینا رو که میدونه نمیگه ناراحت میشی، میدونه که تو ناراحت میشی. پارسال که خاله شمسی میرفت سوریه، پارسال که خاله شمسی رفته بود سوریه، رضا بهش گفته بود که برای منم نذر کنین که من بچه دار بشم، اون وقت خودم میام زیارت حضرت زینب. خب بچه‌م چجوری بگه؟ تو روزنامه اعلان کنه که دلش بچه میخواد که تو قبول داشته باشی؟ لیلا بیا به حرفای من گوش کن، من خوبی تو رو میخوام، بیا خودت خانومی بکن، اجازه بده که ما برای رضا زن پیدا بکنیم. چند روز دیگه که سن و سالت بالا رفت، یه دفعه میشنوی که ای دل غافل، رضا رفته یواشکی زن گرفته. اون وقت هم پیر شدی هم آبروت رفته، اون وقت جلوی فامیل و در و همسایه ها باید خودتو قایم بکنی. تو مردا رو نمیشناسی، اونا برای چیزی که دلشون بخواد پی همه چیزو به تنشون میمالن، مخصوصا بچه. این شوخی نیست، اونم تو خانواده ما که فقط یه پسر داری. لیلا من اگر یه پسر دیگه داشتم اینطور که به تو التماس نمی کردم. تو رو خدا گریه نکن مادر جون، شما رضا رو راضی کنیم، من حرفی ندارم. آخه چه فایده که من رضا رو راضی کنم تو از اون طرف به جونش نق بزنی؟ من که چیزی نگفتم. ولی خب مردم وقتی یکی رو دوست دارن حتی اگه بچه دارم نشه بازم دوستش دارن. خب معلومه، معلومه که رضا عاشق توه، اینو کیه که ندونه؟ باشه مادر جون، هر کار که صلاح میدونی، من حرفی ندارم. خدا عمرت بده، خدا هر چی که دلت میخواد بهت بده، انشالله به آرزوهات برسی دخترم، خوشبخت باشی لیلا. اوه این چیه گردنته؟ مادر جون بهم داد. اومده بود اینجا؟ چیه باز اومد شستشو مغزیت داد؟ میگه تو دلت خیلی بچه میخواد ولی رود نمیشه بگی. میگه چند بارم به اونو خاله شمسی گفتی که واسه نذر و نیاز کنن که بچه دار بشی. خب بابا اون موقع که تو هزار جور دوا و درمون میکردی منم گفتم امان از دست این مادر من. ببین چجوری از یه حرف من بول گرفته. رضا با سرنوشت نمیشه جنگید. یه بابا تو هم بگو که دلت بچه میخواد، بگو دیگه. آه
رضا. خوابیده بودی؟ بیدارت کردم ها؟ نه، چراغ روشن کن. میترسم بعد خواب شی. حالت خوبه؟ پیش مادر جون بودی؟ نه با مهمی شما مادر جون صحبت کرد. رفته بودم خونه داداشت اینا. مهری چطور بود؟ بد نبود. اما مگه این دوتا بچه گذاشتم و دو کلمه حرف بزنیم؟ همش یا گریه یا دعوا یا شکم درد. هی مادرها رو صدا میکردن. مامان مامان. یعنی هیچی دیگه، هیچ کی حرف نزنه، هیچ کاری نکنه، همه بشینن ما رو نگاه کنن. خواهش میکنم رضا دیگه حرف بچه نزن. به خدا اینجوری که مادر جون میگه نیست. تو اون دوره بروبیای سونوگرافی و دوا و دکتر و آزمایش و نمیدونم هزار جور از این حرفا، ما یه کلمه از دهنمون پرید. گفتم یه نظری بکنیم. اونم به خاطر تو. که تو راحت بشی. آخه تو چرا نمیفهمی؟ برای چی به من باید بگی که زن بگیر؟ من زن میخوام چیکار کنم؟ خودت رو هم به زور گرفتم. از بس که مادرم هی اصرار میکرد به پا نسلت منقرض نشه. خب بشه. ما چه گلی به سر این مردم زدیم؟ این همه آدم ریخته یکی کمتر. چه فرقی میکنه؟ لیلا حس میکنم سرد شدی. ازم دور شدی. دیگه دوستم نداری. من چی کارت کردم؟ تو کاری نکردی. منم. من دیگه نمیتونم. الان چند وقته که همه مسئله ما شده بچه بچه بچه. همش دوا درمون و فکر و غصه. خسته شدم رضا، دیگه به خدا رمق ندارم. خب اینم یه جور دوا درمون و آزمایش دیگه. آزمایش یعنی چی؟ ته دلم به خودم میگم اگه رضا دوستم داشته باشه یه زن دیگه براش مهم نیست، فقط بشه بچه میده. فرقی نکرده، عشقمون سر جاشه. همه مسئولیت شو میندازی رو دوش من؟ پس تو چی؟ من هستم، مواظبتم، باهات میمونم، خودم دارم رضایت میدم، باش واسدم. الو؟ الو؟ لیلا جون؟ سلام مادر جون. سلام. حال شما خوب هستین؟ تو حالت چطوره؟ ممنون به لطفتون. آقا جون خوب هستن؟ اونم حالش بد نیست، خوبه. خب مادر جون با رضا صحبت کردی؟ الو؟ لیلا؟ بله. لیلا صحبت کردی؟ بله بله. راضیه؟ راضی میشه. پس به فکر یه دختر باشم ها؟ باشید. اتفاقا یکی سراغ دارم، تو همین هفته قرارشو میذارم. خواهرم دختر زیاد سراغ داره. تو همسایگی اونا یه سرهنگ دختر خوبی داره که دیپلم است. خانواده خوبی هن. خیلی خوشگل نیست، اما خب دخترک بدم نیست. من با خواهرم صحبت میکنم، قرارشو میذارم. باشه مادر؟ باشه. اگه کاری نداری من دیگه برم به کارام برسم. خداحافظ مادر. خدا. مادر جون امروز تلفن کرد، گفت که خاله شمسی برات یه دختر خوب پیدا کرده که بری خواستگاریش. دختر یه سرهنگه. دختر سرهنگه؟ باباش سرهنگه. گفتش که خیلی هم بد نیست قیافش. خوشگلینا نیست ولی خوب. مکنه ترشیده باشه. حتما دندوناش هم مصنوعی. لابا چشش هم لاستیکیه. موهاش هم ریخته. دندوناش هم تلاست. چهار تا این بر چهار تا این بر. دست و پاشم آریدی شب و پیچاش صفر.
دو روز بعد مادر جون تلفن زد. قرار روز پنجشنبه عصر رو گذاشت. نزدیک خونه خاله جون شمسی. تو میرداماد. حوالی میدون محسنی، کوچه آصف، شماره 15. پنجشنبه عصر رضا رو خودم آماده کردم. انگار بچه‌مه، میخوام بفرستمش مدرسه. خودم لباساش رو انتخاب کردم. کفشش و پیرنش و حسابی تر و تمیز و خوشگل شد. ازم پرسید چطورم. گفتم مثل ایتی که ماه شدی. حتما دختر رو عاشقت میشه. چیه؟ به چی میخندی؟ به اینکه ماشاءالله شوهرم چه پاک و معصوم شده. درست مثل بچه ناز نازی سر به زیر داره میره خواستگاری. بچه‌س. خیلی احمقانه است نه؟ ببین منو به چه کاری وامی داری یا؟ اینجاست؟ یه خیابون بالاتر. من یه ساعتی باش خودم اینجا میپلکم، خدمت میکنم تا بیای. میای دیگه. همه به دنبال کار و زندگی خودشونن، ولی هیچ کس نمیتونه حدس بزنه کار من اینجا چیه. کی باور میکنه که من اینجا منتظرم شوهرم از خواستگاریش برگرده؟ مبارکه. جات خالی بود لیلا، بیدی کلی میخند. دختر دو متر قد، بد اخلاق، ترشیده. اون وسط هم گاهی وقتا ناخوناشو میجایید بچه هل کرده بود. نمیتونم. بعد اون وقت یه تیک خفیف اینجوری هم داشت. ببین نسخره. به خدا جدی میگم. هیچی دیگه. بعد بابای شروع کرد به صحبت و از کار و بار پرسید و چقدر زندگی گرونیه و از این حرفا. اون وقت دختره گفتش که آخه شما تا حالا خارجم بودین؟ گفتم بله. گفت کجا بودین؟ گفتم ایتالیا و فرانسه و آمریکا. و گفت کجا رو پسندیدین؟ گفتم که برای زندگی ایران خوبه. اخ کرد بلی بفن. ولی معلوم بود که پول دارن ها. یه کیلو طلا تو گردن و روی دست و ای خواهی شمسی میبینی چی کنم که ببین من میگم واسه این جوجه کباب امشب اون سس بیمزه همیشه تو درست کنیم نک پاتی پاتی هم میکنی ماست و کشک و انار رو نمیدونی. بله بله بگو بگو بگو. الو. سلام، حالت چطوره؟ سلام مادر جون. ببین، غذایا رو خاله شمسی برام تعریف کرده. تو بچه میخوایی، چیکار داری به چاق و لاغریش؟
تازه شکر خدا کن که زن دومت یک کیلو طلا داره. برای آینده بچت خیلی خوبه. یعنی چی مادر جون؟ خب با طلا جواهر بچه بداره؟ نمیاد. مادر این حرفا چیه؟ باشه، نگران نباش. یکی دیگه باشه. خب حالا شما خیلی به خودت سخت نگیر. باشه، من باید برم الان. خدافظ. وای دیگه راست نکو بله. بگی بالا ببین بکشه. خودم که اینو درست کردی که مجنون عجب غریب تو خانجون دارم سوش کنم همه که تکنم. اون شب و فردا و پس فرداش رضا خیلی مهربون و گرم شده بود. بیش از حد میخواست به محبت کنه. تا یادم نره که خیلی دوستم داره. بعدش هم هی برام کادو میخرید. لیلا خاله شمسی یه دختر پیدا کرد. بله. دختر مدیر کل بازنشسته وزارت کشاورزیه. 32 سالشه. یه بارم ازدواج کرده ولی بعد از یک سال جدا شده چون بچه میخواسته، شوهرش هم بچه دار نمیشده. چشم. لیلا جون من مطمئنم که دیگه این یکی واسه رضا کاملا مناسبه. آره مادر جون. چشم. حالا تو هفته دیگه یه روزو قرار میذاری؟ طبق معمول عصر فرداش رو افتادیم. مثل دفعه پیش رضا دلش میخواست منم باش باشم. انگار میرفت سر جلسه امتحان. نمیخواست من تنها تو خونه بمونم و خودخوری کنم. انگار دیگه برام عادت شد. ولی عجیبه که نمیترسم. حتی میتونم تو خیالم اونا رو ببینم که دور هم نشستن. دختره چه ریختیه؟ نه. نه اینجوری دیوونه میشم. بهتره اینا رو نگاه کنم. داره میاد. دلم براش تنگ شده بود. چی شد؟ ببین عالی بود. یعنی محشر ها. جدی؟ دختره قد متوسطی داشت و خیلی ساکت و از اینا که همش تو خودشونه. بعد اون وقت جریان ازدواجش رو برام تعریف کرد. عاشق شوهرش بوده اما تا چون مرد بچه دار نمی شده ازش طلاق گرفته. مردم دیگه هرچی التماس کرده و اینا اصلا فایده ای نداشته. اون وقت خاله شمسی شروع کرد به شیرین زبونی. آره مادر خوب کردی طلاق گرفتی و زندگی بدون بچه جهنمه و از اینجور چرت و پرتا که حوصله‌ام سر بود. آقا جان من یه زن دارم، عاشقشم، هر روزم بیشتر میخوامش. دیگه زن میخوام چیکار؟ سلام. به 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 خورشید از کدوم طرف در اومده که آقا رضا و لیلا خانم این طرفا پیدا شد؟ بله میدونم اخیراً نخست وزیر موزامبیک شدین. اینه که کاروبارتون زیاد شده. بفرمایید اینم دخترت. چه عجب بود به شکل ماه برم. سلام. بفهم میکنم. ببینم چی شد؟ نشد. چرا؟ دختره از شوهرش واسه یه بچه دار نمیشده طلاق گرفته. بیچاره پسر هر چقدر میاد اصرار رو التماس میکنه فایده نداره. دختره از قرار از اون سانگ دلوی بیره. هیچی دیگه رضا هم قبول نکرد. ولی نازگل نمیدونی خیلی دردناک. دلم مدام مثل سیر و سرکه میجوشه. نمیدونم
یه زخمی، یه دردی، یه چیزی اون ته قلبم باز شده که داره میسوزونتم. خب چرا یه کاری نمی کنی؟ چه میشه کرد؟ چی رو چه میشه کرد؟ هزار کار میشه کرد. به جای محکم وایسه بگی نه، من نمیذارم. تازه اون رضا هم که گفتی خودش که نمیخواد زن بگیره، مامانش مجبورش کرد. خب چیه شما دوتا اینقدر با هم وزوز میکنی؟ خب واسه ما هم تعریف کنی، نکنه عشق عاشقی تو کاره؟ بازم یه خواستگار دیگه؟ وای باز خاندایی شروع کرد. من دایی چون نازگل حواسش جمعه. آخه دایی جون وقتی عشق به سراغت میاد هر کیم که باشی به زانو در میاد. امان از دست این خاندایی به همه چیز کار داره واقعا. که نازگل جون لیلا کجاست؟ کجا بودی مادر؟ دیگه خیلی دلم برات تنگ شده بود. حالت خوبه؟ رضا خوبه؟ آره. این حسین چند دفعه بهش گفتم که یه نوک ما بریم خونه شما، تکون نخورد. خب خودتون میمدی. پدر رضا چطوره؟ اونم خوبه. مادرش، خواهراش، همه خوبه؟ واسه خواهر کوچیکه رضا خواستگار نیومده؟ من چه میدونم، لابد میاد. عزیز جون، یه لحظه بیای. چیه مادر اومد؟ لیلا جون چرا وایستادی؟ بی بشی. چطوری؟ خوبی؟ قربونه. این چه؟ حالا این طوله هاست، تو مهمونی هم باید بهشون سرویس بدی. بابا کجا میرین آخه؟ علی رضا پاشو بگیرشون دیگه، من باید برم. بس بریم. آقا من یه بار خر شدم، بر بار دوم دیگه خر نمیشم. تازه تو این کار از همه تونم جلوترم. آقا بعد میگم کلی از دخترها علاقمندن که به من ازدواج کن، اما من که به این سادگی تن به ازدواج نمیدم که. شرط داره، باید خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، هر ماه یه پول قلمبه حسابی بیاره بذاره تو جیبم بدون اینکه من بفهمم. تازه جوون و خوشگل و باسوادم باشه، زیادم حرف نزنه، مخ مارم نخوره. چون همچین زنی باید عقل گنجشکی داشته باشه که بیاد زن شما بشه. چه اشکال داره عقل گنجشکی؟ بهتر از عقل کلاقی شماست که نازگل خانم. تو هم با اون نام زد. خیلی نوستی بچه. از اون فرم نفه دیگه باید قرار ندیم، دیگه تمومه. خوچه بیری باده بیا تو. کجا لیلی جون؟ سر حال نیستی؟ یکم خستم. چی دلت میخواد وسط بزنه؟ همین خوبه. ولی مادر جون ولکن نبود. سه هفته بعدی دختر دیگه پیدا کرد. دختر 30 سالشه. پدر و مادرش هر دو فرهنگی هن که در آموزش و پرورش تدریس میکنه. پدر مادره والا آدم های بدی نبودن بیچاره ها. اما دختره لیلا از اون دخترهای هاپارتی پر رو یه چیزی ها باید میدیدیش. بعد پدره شروع کرد صحبت و گفت آقا شما کاربارت چیه؟ و گفتم بله با پدرم یه شرکت مهندسی داریم و درآمدمون بد نیست. بعد دختره گفتش که آقا شما چطور خانمتون راضی شده که زن دوم بگیرید؟ منم مثل منگولا همینطور بربر نگاش کردم. چرا خودش مجبور شد جواب خودشو بده؟ چی گفت؟ گفت آهان چون حتما بچهشون نمیشه. بعد گفتش که البته بچه دار شدنم بدون عشق معنایی نداره و خلاصه چطور ممکنه آدم در آن واحد عاشق دو نفر باشه و شما اونو طلاق بده بیا منو بگیر. همینطوری دیگه. خب گفتم زن من باید شما رو بپسنده اولا، بعدش هم اگه اون موافقت نکنه اصلا امکان نداره. آقا اینی که گفتم رفت تو خودش. بعد ننهه برگشت گفت وا پس اونم باید بپسنده. بعد چی گفتن؟ گفتم ببین خانم جون من عاشق زنمم، خیلی هم زن با کمالاتیه، فقط بچهش نمیشه همین. بعد دختره گفتش که پس برو هر وقت اونو طلاق دادی بیا سراغ من. گفتم حتما.
باش تا بیام. اون شب باز دوتایی رفتیم رستوران ژاپنی سیب، انگار دوران نامزدی بود. خیلی خوش گذشت. سر پختن غذا اینقدر عدا در آوردیم و خندیدیم انگار که تازه با هم آشنا شدیم. خونمون، زندگیمون یه رنگ دیگه پیدا کرده بود. تا دلم میگفتم انگار این مسئله بچه زیادم بد نیست. تازه میبینم آدم چقدر میتونه یکی رو دوست داشته باشه. حالا میفهمم که عشقم میتونه مثل این موجود زنده رشد کنه، بزرگ بشه. کجا بودین؟ صد دفعه تلفن کردم. بله، دیشب رفته بودیم شام بیرون، دیر وقت رسیدیم. رضا کجاست؟ چرا نرفته شرکت؟ رضا خسته بود یه خورده، موند خونه بخوابه. بایدم خسته باشه با این کارایی که میکنه. چرا انقدر ما رو اذیت میکنه؟ بیچاره خاله شمسی چقدر زحمت میکشه، میره آدم پیدا میکنه. برو بیا بیا برو. آخرش آقا میاد میگه نه. تو چیزی بهش گفتی؟ نه خیر مادر جون. این دخترای منم که انگار از ده اومدن. میگم کسی رو سراغ ندارین؟ میگن نه، ما هیچ کس رو نمیشناسیم که دختر داشته باشه. خب معلومه که بازن گرفتن برادرشون مخالفن. حتی یک زنگ نمیزنن که بپرسن خب چی شده. من خودم باید بهشون زنگ بزنم، وضع رضا رو براشون تعریف کنم. الو؟ الو لیلا؟ اونجایی؟ بله بله. تو رو به روح پدرت، تو چیزی نگفتی که رضا منصرف بشه؟ نه به خدا، نه رضا منصرف نشده. شما یه دختر خوب پیدا کنید. چشم. مگه اینایی که تا حالا پیدا کردیم بد بودن؟ باشه، خبرتون میکنم. خداحافظ. خداحافظ. کی بود؟ مادرم بود؟ آره. دلم میخواست اصلا از خواب بیدار نمیشدم از خاطر همین چرت و پرتا. خواب چقدر خوبه. اگه خوابم نبود که اصلا دیوونه میشدم. میگم بیا بزنیم فرار کنیم بریم یه جا که هیچکی ما رو نشناسه، راحت زندگیمونو بکنیم. همش تقصیر منه. یعنی چی تقصیر منه؟ چیش تقصیر توه؟ دلم میخواست به جای این کارا محکم جلوم وامیستادی، میگفتی نمیخوام زن بگیری. آخه چرا هیچکی نمیفهمه؟ من اصلا احتیاج به بچه ندارم. زندگیم همینطوری که از خیلی هم خوبه. حالا چون مادرم میخواد که نسل خانوادگیش منقرض نشه، چرا من باید یک کاری بکنم که اصلا دوست ندارم؟ از وقتی خاله شمسی راه افتاد و دختر پیدا کنه، آقا جون خیلی با هم سرسنگین شده. چند بار رفتم باش صحبت کنم، اصلا راه نداد. چند روز پیش تو ماشین بود بهش گفتم که آقا جون شما چرا خودت با مادر جون صحبت نمی‌کنی؟ من روز اول حرفمو با مادرت زدم، او میخواست دو دختر خاله شمسی رو بگیری، نگرفتی. حالا داره تلافی در میکنه. خیلی ها بچهشون نشده اما با هم زندگی کردن. تو خودت میگی که این زن تو خیلی دوست داری و از زندگیت هم راضی هستی، اون وقت را میفتی خونه این و اون خواستگاری؟ خجالت نمیکشی؟ این دختر بدبخت چه گناهی کرده؟ یادت روز اول لیلا با مادرت چی گفت؟ گفتش حالا اگر رضا بچهش نمیشد شما همینجور رفتار میکردی؟ تو خودت بگو اگر که بچهت نمیشد و لیلا میخواست طلاق بگیره و بری یه شوهر دیگه بکنه، تو چی کار میکردی؟ بلکه میخواد طلاقش بده. این خودش یه نوع طلاقه، تویش نمیفهمی اون چی میکشه. شنیدم که تو هم ناراحتی، تو هم قصه داری. مادرت که را میره و هی مرتب میگه حیوونی پسرم، میسوزه و میسازه. اگه نمیخوای وایس جلو همه بگو نمیخوام. این کارا چیه دیگه؟ خب بدبختی اینه که لیلا خودش راضیه. نه، تنها کسی که راضیه تویی، نه لیلا. مادر خالت هم هی میگن امسال نگیره سال دیگه میده، امسال طلاقش نده سال دیگه میده. حالا کی میخواد طلاقش بده آقا جون؟ خداحافظ.
دیدم چقدر دلم برای پدر جون تنگ شد. گریم گرفته بود. سعی میکردم جلوی خودم بگیرم. وقتی رضا صحبت میکرد حس میکردم یه جوری نسبت به این صبر و تحمل من حسودی میکنه و این بیشتر ناراحتش کرد، اما نمیخواد به رو خودش بیاره. اگه رفتار من یه جور دیگه بود شاید رضا اصلا حسودی نمیکرد. میدونم که ته دلش منو خیلی دوست داره. هیچ زنی حاضر نمیشه اینطور تحمل کنه. خدا به من بچه نداده اما عوضش صبر و تحمل داده. مادر راضیه. چند روز بعدش دوباره مادرشون پیدا شد. برای پس فردا عصر قرار گذاشتن. تو یه جوری رضا رو راضی کن. چشم. شما هم همراه رضا برین که خودتون ببینی. من نیومده همه تو خونه دشمن منن. وای به حال روزی که بخوام با رضا برم خواستگاری. مادر جون تو رو با خدا یک کاری بکن. رضا این یکی رو قبول کنه. هم تو راحت میشی هم من. خب خوشم دیگه. راستی حال عزیزجون و دیگرون چطورن؟ خوبه؟ بله ممنون. از این قضیه چیزی نمیدونن. شما این موقع حرفی نزنی. نه من حرفی نمیزنم. حالا تازه اگه بدوننم خب میفهمن که رضا واسه خاطر بچه این کارو میکنه. نمیدونن که من بچه دار نمیشم. ها پس فکر میکنن که رضا بچهش نمیشه؟ وای چه ننگی. نه خیلی مادر جون، فکر میکنن که ما بچه دلمون نمیخواد، الان دوست نداریم. خیلی خوب، خداحافظ. من باید برم، آژانس منتظره. خداحافظ. یکی دوروبرت بد جوری عاشقته، اون وقت یه چیزی میخواد بهت بگه نمیدونه بگه نگه. کی؟ میخواد بگه بیا فرار کنیم، بزنیم به کوه و دره، از شر همه خلاص شیم. ببین ببین این کوه، این دره، هم جاده فرار. دیدی؟ ببینیم آنه تو چی میگه. یه زنی تو زندگیته که خیلی دوستت داره، همه چیزای خوب دنیا رو واسه تو میخواد. یه زن دیگه ای هم هست که منتظرته، جوونه، تو رو خوشحال میکنه. چی شده مادر جون، تلفن کرده؟ اومد اینجا، یه دختر دیگه پیدا کرده. 24 سالشه، میدونه زن تو طلاق نمیدی، میدونه من بچه دار نمیشم. پس فردا ساعت 4. نه نمیخوام نمیخوام نمیخوام. کسی که فرزندی به این دنیا می آورد بر فریبکاری زندگی محنتبارش صحه می گذارد. او باید دیوانه باشد و دیوانوار عاشق خیش که بخواهد کس دیگری را در این مصیبت سهیم کند. اجازه میدی دیگران تو زندگی دخالت کنن؟ هیچ میدونی چی کار میکنی؟ به خدا اصلا خودش هم نمیدونه، پرته پرته. روزی که رفتیم پرورشگاه به رضا گفتم ترجیح میدم بچه خودتو بزرگ کنم، اونم که گفته هر کی قرار زنش بشه باید اول منو قبول کنه. قبول کنه یعنی چی؟ خب ممکنه لفظم بگه قبول، عملا مگه میشه یه زن دیگه تو خونه تو که قراره بهش بچه بده؟ اگر عاشقش شد چی؟ تو چه کاره ای؟
خب همینه دیگه، همش یه امتحانه. اگه رضا واقعا منو دوست داشته باشه. رضا کیه؟ خود تو چی میشی؟ شنیدم گفتی همین که بچه دار بشه بچهشو خودت بزرگ میکنی. مگه مادر بچه چلاقه؟ اگه اجازه نداد چی؟ تو یه هووی مهربون به من نشون بده. تو زنبابایی، زنبابا، نمیفهمی؟ اسمت خانم زن جلیل خان یادت رفته؟ به محض اینکه آقا زن دیگه ای گرفت مجبور شد با دو تا بچه بذاره بره. نه فرق میکنه، اون زن رو که رضا انتخاب کنه. رضا؟ مگه رضا کیه؟ اونم یه مرده مثل بقیه مردا. کدوم مردیه که از زن گرفتن بعدش بیاد؟ به خصوص وقتی بچه بیاد که دیگه مهر شوهر به زن صد برابر میشه. نمیدونم دیگه، خسته شدم. حالا بگم نه، فردا چی، دو سال دیگه چی؟ مگه مادر جون دست برمیداره؟ مگه خودتون نبودین که میگفتین مادر جون به هرچی بند کنه و بخواد هیچ کی جلو دارش نیست، که ارادش از فولاده؟ حقیقتش دیگه نمیتونم نگاه های مادر جون رو تحمل کنم و دائم از ترس و دلهوره بلرزم. هرچی اون بخواد، تسلیمه تسلیمه. حس میکنم این دفعه دیگه فرق میکنه، این دفعه همه چی روشن میشه، منم از این بلا تکلیفی در میام. خب چی میشه؟ خیال میکنی همه چی خوب آروم برگزار میشه؟ احمق، خودتو حاضر کن، محکم باش، نه ترس نه لرز. چطور بود؟ مثل اینکه یکی بد نبوده. چطور مگه؟ خیلی جدی شدی. والا چی بگم، خجالت میکشم. آخه بچه‌م چقدر خجالتی شده، از اینکه پسندیدی خجالت میکشی؟ پسندیدی؟ تعریف کن. هیچی، شوهرش مرده، وضع مالی معمولی، خیلی خجالتی. گفتم میدونین که من زن دارم، اونم باید بپسنده. مادرش گفت البته اگه اون راضی نباشه محال من بذارم. راستش از این حرف مادره خیلی خوشم اومد. پس فقط مونده من ببینمشو بپسندم. گرفتار شد.
بله. سلام لیلا جون، خوبی؟ سلام خاله جون، به لطفتون متشکر. خوب چی شد عزیزم؟ دیده؟ پسندیده؟ بله، پسندیده. خب خدا رو شکر. پس گوشی رو بده به رضا. باشه باشه. سلام خاله جون. سلام عزیزم، پسندیدی؟ بله. قرارشو میذارم پس برای فردا باش. ساعت 6 مادرشم میاد، میدونی که رسمه. باش، خداحافظ. فردا ساعت 6 دختره میاد ببینش، مادرشم همراهش میاد. ببین لیلا، اگه خوشت نیومد باید حتما به من بگی، چون اگه تو خوشت نیاد امکان نداره من قبول کنم. چته؟ عین مجسمه شدی. ببین لیلا، تو منو وادار به این کار میکنی، اگه بعداً جا بزنی بخوای ادامه ندی بذاری بری، من بیچاره میشم. ها خوب فکراتو بکن، هنوز خیلی وقت داریم. دیگه از این حرفا گذشته، بریم بیرون، دارم خفه میشم. سلام. به 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 لیلا خانوم. سلام داری جون. سلام. سلام علی جون. حالت خوبه؟ خوبی؟ سلام علی کجا هستی؟ خیلی خوش اومدی. خوبی؟ اینا سلام. چه عجب از این برا؟ چه خوب شد اومدی. تو هم ببینیش بهتره. کیو میگی؟ امیر، دوست رضا و حسین. امیر کیه دیگه؟ همونی که باعث آشنایی تو رضا شد. امشب میاد اینجا. ها، میاد اینجا چیکار؟ خواستگار نازگره. مبارک. لیلا جون. سلام. چطوری؟ خوبی؟ خوبی منی جون. سلام همه جون. سلام. خوش اومدی. بفرمی. الان میام پیشت. من خودم دارم. چی شده مادر؟ نکنه خبراییه؟ چیزی نیست عزیز جون، فشارم افتاده، خوب میشم. آخه چرا؟ چیزی شده؟ سلام علیکم، شادومان، احوال شما چی داره؟ احوال شما چی داره؟ احوال شما چی داره؟ امیر اومد دوماد بابای خودش داره میفته تو دان، بیا تو. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدید. بفرمایید. خیلی لطف کردین. آخه چقدر بهت بگم خر نشو، تو تازه اول زندگیته. باید چی خودتو میخوایی بنزید تو هچر؟ چیکار کنم دایی؟ این دختره پدر ما رو در بود. پوس از گلت میکنه نازگل خانم. حالا ببین کی بهت گفتم. ایجون داره میزنه سر ما. نه، این روزا خرج و مخارج زیاده، دایی داره قیمتا رو میبره بالا. البته این حرفا فایده نداره، تو بالاخره خر میشی. بله، فقط میخوام از این دوست عزیزت یاد بگیری. 15 سال آزگار از ترشیدگیش گذشته، هنوز دم به تله نرسیده. بعد از شام تازه. لیلا مادر، باز حالت به هم خوب؟ ممکنه مال همه شده؟ نمیدونم. فشارم افتاده. آقا چی شده باز؟ خوبه، فشارش افتاده. فشارش کجا افتاده؟ هیت کرده.
و چرا فشار ما هیچ وقت نمیافته؟ بفرم، بفرم این اقلا شما بلایت علی عبادی نبوت علی طالعی امامت علی مقدم کرامات علی گاه امام مالا جان علی. حالت خوبه؟ دیگه استفراغ نکردی؟ نه. سردردت خوب شد؟ بهتر. تو خمرق عسلیه؟ برای تو درست کردم. خودت بخور، من اشتها ندارم. تا 5 دقیقه دیگه میام رد میشم. فقط خدا کنه ازش خوشت نیاد. اگه خوشت نیاد محال قبول کنم. به خال شمسی بگو منو دید بره خودش نیاره. من واسه چی اینجا واسدم؟ که ببینم زن جدید شوهرم رو میپسندم یا نه؟ کی باور میکنه؟ مگه اعصاب آدم از فولاده؟ نکن از قصه بترکم. خدایا با دیدنش آرامش عجیبی پیدا کردم. از دختر بدم نیامد. قیافه آروم و پاکی داشت. انگار دیگه رقیبم نبود. نمیدونم چرا. دیگه خودم هم آدم قبلی نبودم. قوی شده بودم. دیگه از اینکه رضا رو ازم بگیرن نمیترسیدم. سبزه چش همینو میخواید؟ بله لطفا. خب لیلا جون پسندیدی؟ ها لیلا جون پسندیدی؟ بله خیلی دختر خوب و پاکی به نظر میرسید. امیدوارم قدمش برای رضا خوب باشه. خب الحمدلله.
اوه چی شد تعریف کن ببینم. این هفته قراره خانواده عروس و داماد دور هم جمع شن. خب که همدیگر رو عروس داماد بهتر بشناسن. خب خلاصه الحمدلله همه چی داره عالی تمام میشه. ببین لیلا شا مقصوده برای تو گرفت. ممنون. من از کار زنو هیچ سر در نمیارم، هر کار دلشو میخواد میکنم. نمیدونم والا نمیدونم چی کار کنم. بیا بیا آجان یه خورده این گلدونه رو آب بده ببینم. آماده باشه واسه هفته آتیه دیگه کامل بشه این کار، باز پشیمون نشه. پس من خدا حافظی میکنم. خدا حافظ عزیزم. به سلام لیلا جونم. خدا حافظ. خدا خواهش میکنم. خب لیلا جون دیدیش؟ پسندیدی؟ بله. الله اکبر. حالا چرا بایستادی؟ بشین عزیزم بشین. ناراحت نباش، رو پیشونی من اینطوری نوشته شده. آمیرا چیه؟ چه خبره؟ این بازی رو چیه در میاری از خودت؟ پاشو برو از اتاق بیرون، بیرون. پس روز بعد به اتفاق رضا رفتیم برای خرید حلقه و انگشتر عروس، چون هیچ کدوم از خواهرها حاضر نشدن با رضا برن. وزن سبکی داره، این زمرده، اما وزن طلایی بالایی داره. چطوره؟ خوبه دیگه. این دستت کن. برای چی؟ میخوام بخرم برات. من نمیخوام. ممنون آقا. مطمئنی؟ آره با. چقدر میشه آقای؟ ما که هیچ کدوم قبول نکرد، ولی مادر جون خیلی ناراحته. فیروزه میگه بالاخره چی؟ چند روز دیگه عقد و عروسیه، بریم، نریم؟ گفتیم با تو مشورت کنیم. آره حتما پروین جون، آخه چرا که نه، هم تو هم فیروزه همه برین. اون دختر که گناهی نکرده. مراسم عقدش هم بریم، همه چی آبرومندانه باشه. چطوری؟ چقدر زود اومدی؟ دلم برات تنگ شد، ناهارم نخوردم، گفتم زودتر بیم شام بخوریم. بیا اینو واسه تو گرفتم، گوش کن ببین خوشت میاد. چته؟ نمیدونم، حالا خوش نیست. حوصله این عروسی زورکی کوفتی هم ندارم. رفتی خونه گیتی؟ با مادر جون و خاله شمسی رفت. یه ساعت موند. بعد حلقه رو نشونشون دادم. گفتم تو انتخاب کردی. خواستی نگی. چرا؟ خیلی تعریف کردم. بعد هما و فیروزه اومدن، همه رفتن لباس عروس بخرن. همونجا که تو گفتی. مادر گیتی هم همه رو برای فردا شب دعوت کرد خونش. آقا جون زنگ زده بود حالتو بپرسه. گفت نذارید فردا شب تنها خونه بمونه. بیارش اینجا.
بشین. رضا چرا اینقدر دیر اومدی عزیز من؟ خیابونا شلوغ بود. خب شلوغ بود چرا زودتر نگفتی؟ والا که اومدی ما قابل این کار اون مردم از بین میره. مردم چرا کشته بودی؟ آره خیلی عالیه. من چی؟ خیلی همه چیز خیلی پیدا کردی؟ فقط زود باشین. زود ای بریم. هلا جون چی کار میکنی؟ سلام آقا تو ما چرا دیر اومدی؟ بریم هوای بیرون بهتره. بریم را بریم اینجا چرا بریم؟ ای بابا معطل نکنید همیرا، این خیلی سنگینه قربونه. چادر رو مادر نه دیره نه این سنگینه بابا بود دیر شد رضا بودو دیر شد. بد میشه که نمیایی. همونه که گفتم برمون کسالت داشت نتونست بیاری. امیدوارم بهشون بر نخوره. بهشون بر نمیخوره. به سلامت. عجیبه که این مادر جون یه بارم از من نپرسید حالت چطوره. یعنی نمیدونه چی میکشم. نمیتونه یه لحظه خودشو بذاره جای من. اینقدر خودخواهه. بفرمین چایتونو بخورید. دست شما درد نکنید. لیلا جون خیلی کار خوبی کردی اومدی اینجا. خونه تنها نموندی عزیزم. به خدا توکل کن. اینجور وقتا فقط به خدا توکل کن. تا روز سه‌شنبه و شب عروسی منم افتادم به جون خونه. وسواس تمیزی گرفته بودم. میخواستم همیشو برق بزنم. ظهر رضا سر رسید. هیجان زده و کلافه بود. بسات جوجه کبابش رو راه انداختم. خودم هیچ اشتهایی نداشتم. رضا هم. ولی به اصرار من چند لقمه خورد. بعد از نهار رفی خورده بخوابه. تا بعدش بره سرمونی و سونا و خودش رو برای عروسی آماده کنه. غروب رضا برگشت. سرخ و براق شده بود. لباس دامادیش رو تخت آماده گذاشته بودم. خودت هم تنها نمون. برو خونه مادرت اینا. نه میمونم.
منتظرت میمونم. روز آخر اتاق مهمونو برای خودم جور کردم. از فرط درد کرخ شده بودم. میگفتم خب همینه دیگه. خودت خواستی. مبارکه. مگه قرار نبود کسی بیاد اینا کی نورده؟ رسمه. یعنی چه رسمه؟ قرار بود هیچ کس نیاد. خاله جون اب نداره، ناراحت نباش. ده دقیقه هستیم. برای اینکه خیلی گناه داره این عروس هم. بریم چه؟ امیدوارم امشب با دیگه با من قهر نباشی. شکر جون میوه و این چیزا دارم. مرسی، خیلی ممنون. شکر جون تو مسئول میوه باش، خواهش میکنم. اینم اسفند، آتیشام اونجاست، روشن کن. گلی جون تو مسئول چایی باش، اونها از اونجا بیار چیز استکان چای تو. منم نتونستم جلوشونو بگیرم. میبخش. برو رضا. برو. بچه‌ها تو ببینید.
لطف شما زیاد خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. لطف شما زیاد خواهش میکنم. مرسی. گیتی جان انشالله که خوش با. خدا حافظ عزیزم. خدا حافظ عزیزم. ببخشید. مرمت زیاد. ولی توی تماس پس میدادم چرا خدا بهم یه بچه نداد؟ آخه چرا به من نگفتی؟ چرا رضا این کارو کرد؟ رضا نمیخواست، من مجبورش کرد. چرا؟ چرا؟ مجبور شدم بگم لیلا اینجاست؟ سلام، سلام، سلام. اینقدر از من بدت میومد؟ نقشه کشیدی اینطوری از چرمم خلاص شی؟ آره؟
الله اکبر. به خدا، به پیر، به پیغمبر، خودش اصرار داشت من این کارو بکنم. میخواست دل مادرمو به دست بیاره. من براش مهم نبودم که. به خدا خوشبخت بودیم. بچه میخواستیم چیکار کنیم؟ چیزی کم نداشتیم. خودتون که میدیدین. بچه پرورشگارم حاضر نشد قبول کنه. گفت میخوام بچه خودت باشه. مگه شما بچه نمیخواستین؟ بچه میخواستم نازگل جون، منتها بچه اونو، نه کس دیگه. ببینم، شما انتظار داشتی واقعا لیلا بمونه تو خونه با همسر جدید زندگی کنه؟ بابا خودش اینطور میگفت، میگفت میخوام بچه خودتو بزرگ کنم. خب مرد حسابی، چرا نمیدی با ما مشورت کنی؟ 10 بار اومدم با حسین صحبت کنم، نمیذاش که. میگفت اونا نباید بفهمن، اگه بفهمن ناراحت میشن، غصه میخورن. حسین، این قصر صدا را انداز، سر برو بردی. حالا شما چی میخواد؟ چی میگی؟ لیلا بعد پای قولش واسه با لباس سفید اومده با کفن برمیگرده. یه خونه میگیرم برای گیتی بره، لیلا برگرده سر خونه زندگیش. شما که بچه نمیخواستین، بچه یه کاری کردین؟ خب منم همینو دارم. چرا این زن جدیدو طلاق نمیدی؟ میدم، اگه لیلا بخواد حتما طلاقش میدم. هنوزم اتفاقی نیفتاده که. لیلا که دیشب رفت، منم از خونه زدم بیرون تا صبح راه میرفتم. تو رو خدا عزیز جون، شما یه کاری بکنید. تو رو خدا. دایی جون، برو با خودش صحبت کن. لیلا، انتقام کیو داری از من میگیری لیلا؟ من چی کارت کردم؟ ها؟ جواب نمیدی؟ اقام من لج نکن لیلا. خودت بهتر میدونی همه این کارا رو به خاطر تو کردم. خودت خواستی، غیر از این بود؟ پشو لیلا، پشو بریم سر خونه زندگیت. قول میدم یکی دو روز دیگه این زنه رو بفرستم بری خونه دیگه. یا اصلا اگه تو بخوای طلاقش میدم. باشه لیلا، تو رو خدا باشه. هیچ وقت رضا رو اینقدر عاجز و درمونده ندیده بودم. اینجور که التماس میکرد، اما من مثل سنگ شده بودم. با اینکه هنوز دوستش داشتم، ولی مثل عزیز از دست رفته و مرده شده بود. دیگه نمیتونستم پاتون خونه بذارم. دو سه روز بعد دوباره رضا زنگ زد و همون حرفا. بعد خواهرش اومدن دیدن من. واقعا تو رضا رو حسابی بدبخت کردی. از صبح تا شب با مادر جون دعوا میکنه، میگه تمام خوشبختی منو فدای خودخواهی خودتون کردی. پدر هم دائم با مادر بگونگو داره، میگه راست میگه، حق میگه داره، میگه راست میگه، حق داره. تو پدر همه رو در آوردی. عروسم که مدام شکوه میکنه که چرا رضا به اون محل نمیذاره. دیگه نمیتونستم حرف بزنم، حرفی نداشتم، همه چی تموم شده بود. بعد رضا عروس رو برد خونه جدید. بعد از 2 ماه دختر حامله شد. مادر جون از خوشحالی پر در آورد. دختر بعد از 9 ماه زایید. یه دختر به نام باران. آه از دل مادر جون برخواست و داغ دلش تازه شد. برای رضا فرقی نکرده بود. دختر پروین گفته بود رضا ما رو به خاطر لیلا میخواست. حالا که لیلا نیست ما هم نیستیم. اولا خیال میکردم ممکنه یه عشقی بین ما به وجود بیاد که نایمد. بعد به خودم گفتم با آوردن بچه شاید بتونم زندگی 2 نفر رو نجات بدم.
حالا که بچه اومده من حاضرم از رضا جدا شم. در عوض شاید رضا خیال کنه میتونه با سر و سامون دادن به زندگی من وجدانش راحت کنه. رضا میگه قبول و با خوبی و خوشی طلاقش میده. مهریه و آپارتمان و همه چیزش هم تمام کمال بهش میده. دختره که به مال و منالی رسیده بعد از چند ماه با پسر خالش که خواستگار قبلیش بوده ازدواج میکنه. بارانم میمونه پرلون مادر جون. خستم، خیلی تنها. تو این فاصله چند بار رضا اومد سر زد، حرف زد، التماس کرد، گفت که چقدر بدبخته، چقدر تنهاست، که همه جای خونه هنوز بوی منو میده، که همه خرت و پرتام سر جاشه، که چقدر سنگ دلم، که چقدر خودخواهم. ولی فایده ای نداشت، نمیتونستم روزه ای سکوتمو بشکنم. فرزند کمتر زندگی بیشتر، فرزند بیشتر زندگی کمتر. رضا مونده بود اون خونه بزرگ، منو طلاق نداد، زن دیگه ای هم نگرفت. فقط ته دلش امیدوار بود، یعنی به خواهر بزرگش گفته بود که امسال 28 سفر که شول زرد نظری میپزن مثل چند سال پیش شول زرد بیاره خونه ما تا بتونه منو راضی کنه که برگردیم سر خونه زندگی ما. ظرف خاله شمسیرم بگیرین بدم بزنم ظرف خاله شمسیرم پر کنیم براش بزنم بدم دیگه واقعا شعله زرد شاید یه روزی وقتی این داستانو برای باران دختر رضا تعریف کنن خندش بگیره، که اگه اصرار مادر جون نبود اون هیچ وقت پا به این دنیا نمیذاشت. Thank you.